Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Medami dersi güzeşte farmakoloji de davahayı fert fişar khun. İmruz davahayı fert fişar khun akhirin lekçer ve bazı davahayı ve grupayı ki muanda faham bahs kert. Dr. Seyba Aziz ma der bari davahayı fişar direct vazo dilator inhibitor ya direct vazo dilator direct vasodilator ama badu kategori taksim kerdim yakish calcium channel blocker bu yakish direct vasodilator bu der direct vasodilator bu azura badu kategori digar taksim kerdim yakish venous dilator bu ya dawa hay ki bayis tawassuy warid ha migirdid va yakish ham arterial dilator imroz ma calcium channel blocker ha ra mikhanim doktor Seyba Aziz calcium channel blocker ha و دو کاتگوری تقسیم میشه یک گروپش دای هایدروفیریدین هست و یکیش نان دای هایدروفیریدین دای هایدروفیریدین دواهای هست که پسوند دیپین داره در خود پسوند دیپین ببینین مانند امایرو دیپین نکار دیپین نفی دیپین نیمو دیپین و زیاد دواهای دیگر هم در این گروپ هست که با دیپین ختم میشه پس همیشه ما باید داشته باشیم که کلسیم چنل بلاکر یکیش دای هایدروپیریدین هست که پسوند دیپین داره که مشهورترینش مثلا امایل دیپین، نیپی دیپین، نکار دیپین، نیمو دیپین و دیگر دواه هست و یک گروپی دیگرش هم نان دای هایدروپیریدین هست که در او ویراپامین و دلتیازم شامل هست این دو دوا در نان دای هایدروپیریدین میای ویراپامین این دلتیازم دکتر سیبای عزیز تأثیر میکانیزمش شما میفهمین این دواها یعنی کلسیم چینر بلاکرها از نامش پیداست که چینر کلسیم را بلاک میکنه این چینر کلسیم را در هر دو محل هم دکتر سیبای عزیز در شراین در عضلات مرسای ویزلز و هم این کلسیم چینل را در خود عضله قلبی بلاک می سازه کلسیم چینلی که توسط کلسیم چینل بلاکرها بلاک می شه یا مسدود می شه اون را به نام ال تایپ کلسیم چینل می نامه پس تأثیر میکانیزم این دواها خیلی ساده است اینها باعث بلاک کردن این ال تایپ کلسیم چینل می گردد و شما در arterial contraction یا در یک تقلص عضلی خواندین که چی وقتی عضله تقلص میکنه وقتی که کلسیم چینل باز شوه و کلسیم از طریق این چینل وارد خود حجره شوه در داخل حجره همراه یک پروتین به نام کلمودولین وصل میشد او باعث فعال کردن یک انزایم میگردید به نام مایوزین لایت چین کیانیز و او باز در گرتبه محترم باعث فاسپورلیشن اکتین میگردید که مایوزین هیدش با او وصل میشد و بالاخره تقلص به وجود میامد پس اگر ما این چینل را بلاک کنیم و کلسیم وارد حجره نشه تقلص عضلی صورت نمیگیره پس دای هایدروپیریدین و نان دای هایدروپیریدین دواهای هست که باعث بلاک شدن چینل کلسیم که اون را به نام ال تایپ کلسیم چینل می نامه در ویزلز و در قلب بلاک می سازم وقتی که کلسیم چینل بلاک شد دکتر سیبای عزیز اگر این کلسیم چینل در عضله قلبی بلاک شد ریدیوس کلسیم انفلاکس این مایوکاردیم یعنی کلسیم وارد حجره قلبی نمیشه مایوکارد یک عضله یک حجره عضله را به نام مایوکاردیم یاد میکنم حجره عضلی شد وقتی که دکتر سیبای عزیز کلسیم داخل نشد تقلص صورت نمیگیره که تقلص صورت نگرفت ستروک والی هم کم میشه ستروک والی هم که کم شد مثل که در اینجا هست ریدیوس ستروک والی هم که کم شد ریدیوس کاردیک آوتپوت کم میشه و بالاخره سیستالیک بی پی از بین میره چون بار بار در لابلای امین درس هر روز من تکرار کردم که بی پی یا فشار خون مساوی میشه به کاردیک آوتپوت ضرب در توتال پریفرال رزیستانس یعنی
کاردک آوتپوت مساوی فشار مساوی می شود دهانه قلبی ضرب در مقاومت اویه های محیطی یا به عبارت دیگر فشار خون مقاومت اویه های محیطی است در مقابل دهانه قلبی اگر ما به این مکانیزم دهانه قلبی را کم کنیم مستقیما بی پی کم میشه دو اگر عین کار انفلاکس کلسیم در خود عضله سموت مثل وزل صورت نگیره یعنی رگها صورت نگیره با این مکانیزم دکتر سیوای محترم تقلص صورت نمیگیره وقتی که تقلص صورت نگیره اویه های محیطی در حالت استرخا میمانه یعنی در حالت متوسط حالت که تیار استرخا کرده باشه استرخایی میمانه قطرش زیاد میشه قطرش که زیاد شد مقاومتش از بین میره Total Peripheral Resistance کم میشه وقتی که TPR یا Total Peripheral Resistance کم شد Reduced TPR Diastolic BP کم میشه و این مکانیزم دکتر سیبای محترم این دواها در هایپرتنشن داده میشه و تأثیر میکنه دکتر سیبای عزیز اگر ما این دو گروپ را دای هایدروپیریدین که این جمعن یک دوایش به نام نیپیدیفین اگر همراه ویراپامیل و دلتیازیم که نان دای هایدروپیریدین هست مقایسه کنیم کمپریشن کنیم در دو ارگان که اینها تأثیر میکنه یک قلب و یک هم بلد ویزلز همیشه باید داشته باشیم که ویراپامیل زیاد بالای قلب تأثیر میکنه پس دکتر سیبای محترم کانتراکتیلیتی قلب را از بین میره کاردیو دپرسانت هست فعالیت قلب را زیاد کم میکنه کاردیو دپرسانت یا نگیتیف کرونوتروپیک تأثیر داره کاردیو دپرسانت کاردیو دپرسانت هست ببینیم تریپل پلاس میگیره سی مثبت یعنی ویراپامیل کم کار کم تأثیر بالای ویزل میکنه زیاد تأثیر بالای رگها میکنه و دلتیازیم هم مثل ویراپامیل واره زیاد تأثیرش بالای قلب هست و کمش بالای ویزل هست اما در بعضی کتاب ها گفته که نیوترالایز هست یعنی بالای قلب و بالای ویزل تأثیراتش تقریبا همسوست برخلاف نیپیدیفین که هست تأثیراتش بالای قلب کم هست بالای ویزل زیاد تأثیر میکنه که این چیز در کلینیک زیاد ارزش داره ما معمولا به خاطر اریتمیاها و یا تک اریتمیاهای قلبی نان دای هایدروپیریدین و ویراپامیل و دلتیازم را استفاده میکنیم در امراض قلبی برخلاف امایرودیپین یا دواهایی که در پسوندش دیپین میه و از گروپ دای هایدروپیریدین هست او معمولا در فرط فشار خون استفاده میشه این جانوشته هم کرده میک سم کلسیم چینل بلاکر سلو ده هارت ریت but don't change the level of calcium in the blood بعضی از دواها پس بعضی از دواهای کلسیم چینل بلاکر ما باید داشته باشیم که این دو دوا مربوط قلب همیشه باید داشته باشیم خاندان نیپیدیپین مربوط اویه ها همیشه اگر موضوع قلب مطرح بود اریتمیاها بی‌نظمی‌های قلبی حرکات قلبی مربوط بود این دو دوا و اگر از بلد ویزل بود دوای سیومی آنتی هایپرتنسیو دراگ کلسیم چنل بلاکر یا سی سی بی بلاک ال تاب کلسیم چنل ان هارت ریت ان بلد ویزلز ریزلت ان تراسلولر کلسیم در داخل حجره کم میشه اگر در قلب کم کرد کاردیک آوتپوت کم میشه خصوصا اینجا نوشتم که دین باز تکرار شد ویراپامیل ان دلتیازم و تی پی آر آل چینل کلسیم چینل بلاکر ویراپامیل دلتیازم دای هایدروپیریدینز در آخرش که دیپین میه داکه سیبای محترم ببینین ویراپامیل طرف قلب هست دیپینز در آخرش که پسوند دیپین میه معمولا بالای بلد ویزل تاثیر میکنه بلد ویزلز و دلتیازم در مابین هست یعنی تأثیراتش هم بالای قلب هم بالای بلد ویزل هست اما باید داشته باشیم دلتیازم معمولا بخاطر آفات قلبی استفاده می شود
استعماله دواهای کلسیم چنان بلاکر در کلسیبای محترم تمام گروپایش ما در هایپرتنشن داده میتونیم، خصوصا دواهایی که در آخرش دیپین داره، دیپین پسوند دیپین که داره، مانند امایرو دیپین، نیپی دیپین، نیکار دیپین، نیمو دیپین. دیگر دکتر سیبای محترم این دواها در انجینا استفاده میشه. شاید دکتر سیب استاد محترم داخله برتان گفته باشه دکتر سیبای عزیز که کلسیم چنل بلاکر دواها خصوصا در یک نوع انجینا به نام پرانزمینتال انجینا و در انجینا های دیگر وقتی که با دیگر دواها دردش ریلیف نشد، یعنی دردش خوب نشد، ما باز از کلسیم چنل بلاکر استفاده میکنیم. یک اپشن شاید در داخله شما خوانده باشین اینمیست و با کدام مکانیزم در انجینا داده میشه کارش معلوم هست. وقتی که داده شد برتان گفتم کلسیم چنل را در خود عضله قلبی کم میکنه، بلاک میسازه. وقتی که کلسیم وارد عضله حجری نشد تقلص صورت نمیگیره. وقتی که تقلص صورت نگرفت هارت ریت کم میشه. وقتی که هارت ریت کم شد کاردیک آوتپوت کم میشه. وقتی که کاردیک آوتپوت کم شد بالای خود عضله قلبی کار کم میشه. کار عضله قلبی که کم شد به اکسیژن ضرورت کم پیدا میکنه. با همین مکانیزم دکتر سیبای محترم این دواها معمولا در انجینای قلبی داده میشه. شاید استاد درتان گفته باشه خصوصا در پرانزمنتال انجینا باز این دواها چایس هست در انتی اریتمیک یا به حیث دواهای ضد اریتمی های قلبی. این دواها در یک کتگوری باز ما که دواهای انتی اریتمیک رو میخوانیم در اوج تشریح میشه. این دواها در اریتمی های قلبی هم داده میشن، در اریتمی های قلبی خصوصا در تنگفتن ویراپامیل این دلتی ازم خصوصا در سپرا ونتریکولر تاکی اریتمیا یا پی اس وی تی پرستیزم سپرا ونتریکولر تاکی اریتمیا یا پی اس وی تی. دکتر سیبای محترم از لحاظ عوارض جانبی دواهایی که در آخرش دیپین داره باعث ریفلکس تاکی کاردیا میشه. چرا؟ چون این بالای قلب تأثیرات کمتر داره و بالای اویه ها تأثیرات بیشتر داره. وقتی که اویه ها را توسعه کرد طبیعی است که توتال پریفرال ریزیستانس از بین میره و فشار پایین میره. وقتی که فشار پایین شد مثل که برتان بار و ریفلکس یا کسی بار رو تشریح کرده بودم در خود قوس اورتا، در خود قوس اورتا و در محلی که بای پرکیشن اورتا صورت میگیره در کاروتید ساینس، در کاروتید ساینس کامون کاروتید آرتری که به دو برند تقسیم میشه، در اونجا خیزه هاست این کم شدن فشار را دیتکت میکنه و خبر میده به دماغ مرکزی. دماغ مرکزی میگه که فشار پایین شده، دوباره پس سیستم سمپاتیک برای قلب و به اویه های محیطی فعال میشه، به اویه های محیطی فعال میشه. چون در اویه های محیطی کلسیم چینل بلاک شده توتال پریفرال ریزیستانس به وجود نمیاد، ولی در قلب کمتر بلاک شده توسط دیپین ها. حرکات قلب زیاد میشه، برای مریض تکی کاردیا پیدا میشه. این امیر برامی تکی کاردیا معویزوی یا ریفلکس تکی کاردیا میرامن خصوصا همراه دواهای دیپین زیاد به وجود میاد. و دواهای دیپین امی امایر دیپین نیکار دیپین نیمو دیپین باعث جنجیوال هایپرپلازیا میشه. جنجیوال هایپرپلازیا یعنی بیره ها هایپرپلازیا میکنن، هایپرپلازیا بیره های اطراف دندان ها. و دیگر از جمله ساید افکت های مربوط دیپین که هست دکتر سیبای محترم، با اگر این به شکل دوامدار استفاده شود باعث اوزایما میشه، خصوصا انکل ایدیما را به وجود میاره. ایدیمای انکل اینجا نوشته نشده من برتون میخوانم، به خاطر از اینکه مکانیزمش خیلی واضح است. دکتر سیبای عزیز اول شما میفهمین نیچر طوری هست که اول رگ هاست بعدا شرای ورید هاست. اینجا دکتر سیبای محترم اول مثلا شریان هست، بعد از شریان دکتر سیبای محترم کپیلری شروع میشه، بعد از کپیلری بازوند شروع میشه. اگر این توسعه کنه و در اینجا توسعه نباشه فشار بلند میره و مایعات از داخل رگ فرار میکنه باعث اوزایما میشه. دیگر عوارض جانبی عمدهش دکتر سیبای محترم از ویراپامیل کانستیپیشن یا قبضیت هست.
همیشه به یاد داشته باشین در امتحان در هر جایی که سوال آمد که یکی از عوارض جانبی و عمده ویرفامیل هست قبضیت کانستیپیشن از یادتان نره کانستیپیشن این بود کلسیم چینل بلاکرها کلسیم چینل بلاکرها خصوصا این دواها دکتر سیبای محترم در هایپرتنشنی که همراه دیابت و انجینا باشه چون به هر دو فایده میکنه در دیابت خصوصا دای هایدروپیریدین پروتین یوریا را هم کنترل میکنه میشه باز اگر وقت بود تشریح میکنم و این دواها کار قلبی را کم میکنه چون به انجینا هم داده میشه اگر هم هایپرتنشن موجود باشه و هم انجینا پس یک تیر و دو پاخته میشه ما کلسیم چنل بلاکر را انتخاب میکنیم عوارض جانبی عمدهش را گفتم دکتر سیبای محترم و استعمال کلینیکیش هم گفتیم دیگر دواهایی که شما میخوانید دکتر سیبای محترم اون دواها عبارت از انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور هست اون دواها دکتر سیبای محترم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور هست انجیوتنسین انزایم یا راس سیستم انهیبیتور راس یک سیستم است در سلاید بعدی من تشریح میکنم دکتر سیب رینین انجیوتنسین التسترون سیستم یا راس اکسس هم برش میگه رینین الدسترون انجیوتنسین الدسترون سیستم راس سیستم انهیبیتور به سه کاتگوری تقسیم میشه یکیش انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور هست انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور یکیش انجیوتنسین ریسپتور بلاکر هاست و یکیش هم رینین انهیبیتور است رینین انهیبیتور دکتر سیبای عزیز گروپ دیگر از دواهای انتی هایپرتنسیو یا فرط فشار خون که هست راس انهیبیتور هست رینین انجیوتنسین الدسترون سیستم انهیبیتور در این سی دوا شامل هست یکیش ACE انهیبیتور یا انجیوتنسین انزایم انهیبیتور انزایم انهیبیتور انهیبیتورز انجیوتنسین انزایم انهیبیتور انجیوتنسین میبخشین کانورتینگ انزایم انهیبیتور کانورتینگ داره سی از کانورتینگ انهیبیتور دوم انجیوتنسین ریسپتور بلاکرها و سوم رینین انهیبیتور هست در آخر انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور که بعد ما به مخفف ECEI ای را می نامیم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور و این پتویر من در درس فشار کاملا تشریح کردیم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور در آخر ازی پسوند پریل هست پسوند پریل مثل که در دواهای دیگر دیپین بود در آخر این دواها پریل هست بنا زی پریل کپتوپریل انالاپریل انالاپریل لیت فیزونوپریل لنزوپریل موگزیپریل کوینیپریل ریمیپریل و دیگر دواهای زیاد مشهورترینش که شما بدم کپوتین در بازار زیاد پیدا میشه یکیش در افغانستان که زیاد استفاده میشه کپتوپریل انالاپریل و ریمیپریل هست و انجیوتنسین دو ریسپتور بلاکرها که هست دکتر سیبای محترم پسوند از این که هست زرتان هست کاندی زرتان اپرو زرتان ابری زرتان لو زرتان اولمی زرتان تلمی زرتان وال زرتان در آخرش زرتان وال زرتان تلمی زرتان کاند زرتان اولمی زرتان لو زرتان این دواها در انجیوتنسین ریسپتور انجیوتنسین دو ریسپتور بلاکرها شامل است و در رینین انهیبیتور یک دوا شامل است به نام الیسکرین الیسکرین یک دوا هست که در رینین ریسپتور بلاکرها شامل هست دکتر سیبای عزیز بنا بر هر علتی که
علی من پتوی راس تشریح میکنم که راس انهبیتور سی گروپ دواها را خواندیم. این راس سیستم اصلا چی هست؟ دکتر سیبای محترم، بنابر هر علتی که اروای خونه گرده کم شوه، یعنی بلد فلو، رینل بلد فلو کم شوه، اینجا من نوشته کردیم، بنابر هر علتی که رینل بلد فلو کم شوه، رینل بلد فلو که کم شد طبیعی است که جی فار یا گلومیرولو فیلتریشن ریت کم میشه، یعنی مایعات کم میبره، جی فار کم میشه. وقتی که جی فار کم شد، دکتر سیبای محترم، مقدار کمی سودیم به جگوسترا گلومیرولو اپراتوس میرسه که در خود واحد وظیفوی در یک محل نفرون ها مجاورت نفرون ها قرار داره. از جگوسترا گلومیرولو اپراتوس یک ماده افراز میشه به نام رینین. رینین دکتر سیبای محترم بالای یک پروتینی از قبل جور شده کبد تأثیر میکنه. کبد یک در حالت نرمال یک پروتین را میسازه به نام انجیوتنسینوجن. رینین بالای انجیوتنسینوجن که توسط کبد ساخته شده است تأثیر میکنه. رینین از کجا شد؟ از جگسترا گلومیرولو اپراتوس، جی جی ای، جگسترا گلومیرولو اپراتوس که در مجاورت نفرون ها موقعیت داره، از این افراز میشه. ای دکتر سیبای محترم کم شدن سودیم یا کم شدن جی فار را دیتکت میکنه. وقتی که آخذه های سنسور در مقابل سودیم که فهمید که جی فار کم شده، دفعتا رینین افراز میشه. رینین بالای انجیوتنسینوجن که قبل از قبل در کبد ساخته شده است بالای و در بلد ویزر در جریان خون هست، بالای از او تأثیر میکنه و ایره دکتر سیبای محترم به انجیوتنسین 1 تبدیل میکنه. انجیوتنسین 1 میره به ششها. در ششها یک انزایم هست به نام انجیوتنسین کانورتینگ انزایم، یعنی انجیوتنسینوجن که به انجیوتنسین 1 تبدیل شده توسط انجیوتنسین کانورتینگ انزایم یا ACE. قبل من آی را همراهش یک جای نکردیم که انهیبیتور شود. انجیوتنسین کانورتینگ انزایم بالای انجیوتنسین 1 تأثیر میکنه و ایره به انجیوتنسین 2 تبدیل میکنه. حالا پلیر اصلی و رول اصلی را که بازی میکنه دکتر سیبای عزیز انجیوتنسین 2 هست. انجیوتنسین 2 دکتر سیبای عزیز سه کار عمده میکنه. اول یک این هست که خودش مستقیما میره به بلد ویزل و در بلد ویزل دکتر سیبای محترم یک نوع آخذه ها داره به نام انجیوتنسین ریسپتور دو بالای این تأثیر میکنه و مستقیما باعث تقبض اویه ها میشه، وازو کنستراکشن. اویه ها که تقبض کرد چی میشه دکتر سیب؟ یک، جریان خون به قلب زیاد میشه اگر وریدها باشه و اگر شراین باشه. وقتی که تقبض کرد دکتر سیب محترم، مقاومت اویه های محیطی یا توتال پریفیلر رزیستانس زیاد میشه که زیاد شد فشار خودش بلند میره، پس برگشت خون برای رینل زیاد میشه. یا دکتر سیبای محترم وازو کنستراکشن توتال پریفرال ریزیستانس. و دوم انجیوتنسین 2 که هست دکتر سیبای محترم، فعالیت سیستم سمپاتیک را زیاد میکنه، سمپاتیک اوتفلو اینکریز. این معمولا این علامه که هست سیستم سمپاتیک به این نشان داده میشه. اگر ایره کمی نشته شود، پی در مقابلش داده شود، باز پار سمپاتیک هدف شد سیستم نبادی. دوم کاری که میکنه دکتر سیبای محترم، اوتفلوی سیستم سمپاتیک را زیاد میکنه، یعنی ایره تنبیه میکنه. شما میفهمید که از نهایت نیرونهای سمپاتیک نار فینفرین افراز میشه. نار فینفرین دکتر سیبای عزیز
مستقیما هم بالای قلب تاثیر میکنه، هارت ریت زیاد میسازه و هم بالای اویه ها تاثیر میکنه، اویه ها رو تقبض میکنه. اگر هارت ریت زیاد کرد کاردیک آوتپوت زیاد میشه، کاردیک آوتپوت که زیاد شد که سیبه محترم برگشت خون در گرده هم زیاد میشه و فشار هم بلند میره. دیگر کاری که انجیوتنسین میکنه دکتر سیبای محترم از طریق آخذه های انجیوتنسین ریسپتور 1 در خود قشر غده فوق الکلیه است. این یک تصویر غده فوق الکلیه است. در غده فوق الکلیه دکتر سیبای محترم شما میفهمید که یک از کار از میدولا ساخته شده است و یک هم از کارتکس. کارتکس 3 طبقه داره به نام GFR گرانولوزا فسیکولاتا رتیکولاریس. دکتر سیبای محترم میره از غده قشر فوق الکلیه باعث ریلیز الدسترون میشه، الدسترون سیکریشن. وقتی که الدسترون افراز کرد، الدسترون دکتر سیبای محترم مستقیما میره در کلکتینگ داکت در نفرون ها، در نفرون در قسمت کلکتینگ داکت. شما نفرون رو میفهمید که از چندین قسمت ساخته شده است. یکیش پراگزیمال کانولیتی تیبول است، یکیش لوپ آف هنلی است، یکیش دیستال کانولیتی تیبول هست و یکیش بالاخره کلکتینگ داکت است. در کلکتینگ داکت دکتر سیبای عزیز باعث جذب دوباره سودیم و آب میگردد. سودیم و آب، وقتی که سودیم زیاد جذب شد همراهش آب جذب میشه. آب که زیاد جذب شد بر بلد والیم یا حجم خون زیاد میشه، پس برگشت خون بر قلب زیاد میشه. و همین میکانیزم دکتر سیبای محترم این دواها تأثیر میکنن. پس ما 3 گروپ دواهای سیستم راست، این را به نام راست یاد میکنن. چرا برش راست میگه؟ آر اولش از رینین، ای دومش از انجیتینسین، ای دیگهش از الدسترون، این الدسترون و اس سیستم، رینین، انجیتینسین، الدسترون سیستم. پس دواهایی که ما میتیم این سیستم را در جاهای مختلف باید بلاک کنه که یا انجیتینسین دو ساخته نشه، یا رینین افراز نشه، و یا هم انجیتینسین کانورتینگ انزایم نهیه شد که ای ساخته نشه. پس دکتر سیبای محترم یک گروپی از دواها که هست انجیتینسین کانورتینگ انزایم، تا اینجا خود این تیار داریم، انهیبیتور ACEI، انجیتینسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور. اگر ما دوای رابطیم که انجیتینسین، اگر ما دوای رابطیم دکتر سیبای محترم که انجیتینسین، اگر ما دوای رابطیم که این انجیتینسین کانورتینگ انزایم را نهیه کنه، وقتی که این انزایم نهیه شد، وقتی که این انزایم نهیه شد دکتر سیبای محترم شما میفهمین که انجیتینسین 1 و انجیتینسین 2 تبدیل نمیشه، که نشد هر سه کار به وجود نمیاد، هم تقبض اویه ها به وجود نمیاد، هم سیستم سمپاتیک فعال نمیشه و هم الدسترون افراز نمیشه، پس فشار خودش پایین میاد. یک مکانیزم خیلی ساده که شما فهمیدید که انجیتینسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور میتیم. دوم دکتر سیبای محترم انجیتینسین ریسپتور بلاکر میتیم. اگر انزایم نهیه نشد و انجیتینسین ساخته شد، ما دو نوع آخذه هایش تیار خواندیم، یک انجیتینسین ریسپتور ها در خود اویه ها و یک هم انجیتینسین آخذه ها در سوپرارینال گلند، انجیتینسین ریسپتور بلاکرها. پس آخذه هایش بلاک میکنیم، نمیمانیم که انجیتینسین همراهش یک جای شود و تأثیرات خود را بیاره. و گروپ سیوم هم دکتر سیبای محترم پتویر در جای مقدم نهیه میکنیم، رینین انهیبیتور میتیم. رینین که نهیه شد پتوی ایت شروع نمیشه، انجیتینسین و جین و انجیتینسین وان تبدیل نمیشه. پس ما در راست سیستم انهیبیتور 3 دوای عمده را خواندیم، 3 دوای عمده را، 3 دوای عمده را خواندیم که قبلا تیار نمای دواهایش خوانده بودیم. پس در آنتی هایپرتنسیو درگز دیگری از دواهایی که هست دکتر سیبای محترم انجیتینسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور و انجیتینسین ریسپتور بلاکر هاست. انجیتینسین ریسپتور
لاکرهاز در ای سی ای دا کرتبه محترم در آخرش پریل مانند کپتو پریل لنزو پریل خیمی پریل و دیگر دواها این لپریل اینها از ساختن انجیتینسین دو جلوگیری میکنند در پتوی برتان خواندم وقتی که انجیتینسین دو به وجود نامد انجیتینسین وان ریسپتور تنبیه نمیشه که تنبیه نشد وازو دایلشن به وجود میاد و الدسترون افراز نمیشه و اگر ای آر بی بتیم انجیتینسین ریسپتور بلاکر که در آخرش زرتان کلمه زرتان هست مثلا لوزرتان، تلمیزرتان، فولمیزرتان، کاندیزرتان اینها انجیتینسین ریسپتور 1 را بلاک می سازه و نمیمانه که انجیتینسین 2 امرای اخیزی خود وصل شود بس به همین مکانیزم هم انجیتینسین 1 و هم انجیتینسین کانورتنگ انزایم انهیبیتور و هم ای آر بی یا انجیتینسین ریسپتور بلاکر در فشار داده میشه و بی پی را پایین میاره اما یک چیزی هست اون ای هست دکتر سیبای محترم که من در اینجا تشریح کنم در این پتوی دکتر سیبای محترم این انجیتینسین کانورتنگ انزایم با وجود ازی که انجیتینسین 1 را به انجیتینسین 2 تبدیل میکنه در حالت نرمال یک کار دیگر را هم میکنه برادیکینین را تجزیه میکنه در حالت نرمال برادیکینین در شش ها تولید میشه و اصلی وظیفیش هم امی تجزیه برادیکینین هست برادیکینین این انزایم بالای ازید تأثیر میکنه و برادیکینین را به برادیکینین دیگردریشن پروڈکت تبدیل میکنه اگر برادیکینین در حالت نرمال تخریب نشه و مقدارش در شش ها زیاد شه باعث تنبیه یا کسی سرفه میشه و برای مریض درای کپ پیدا میشه یا خشکی سرفه خشک درای دی آر وای درای کپ سی او یو جی اچ درای کپ پس این میکانیزم ما باید در اینجا به نظر داشته باشیم که انجیتینسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور اگر داده شود نه تنها که انجیتینسین دو تا جور نمیشه برادیکینین هم تجزیه نمیشه که باز در عوارض جانبیش این را به نظر داشته باشیم استعمال که نکیج دکتر سیبای محترم مول تو مودریت هایپرتنشن داده میشه دیگر که از دکتر سیبای محترم ای تأثیرات پروتکتیو در نپروپاتی دیابت دیابت بالای همه ارگان ها تأثیر میکنه یک ارگانش که دیابت تحت خطر زیاد شدن هایپرگلاسیمیا یا مقدار گلوکوز در خون قرار داره او که هست رینال هست نپروپاتی اگر گرده ها ناشی از بلند رفتن سوی گلوکوز یا شکر تخریب شد و فعالیت گرده مختل گردید این را به نام نپروپاتی یاد میکنند نپروپاتی این دو دواها از نپروپاتی جلوگیری میکنند پس هم میکنیمش تشریح میکنیم که به کدام میکانیزم و همچنان این دواها دوای چایس است یا دوای انتخابی است در مریضای هارت فیلر در هارت فیلر دکتر سیبای محترم از ریمودلینگ جلوگیری میکنند باز در دواهای هارت فیلر میخوانم که ریمودلینگ چی را میگه اما این دواها در عدم کفایی قلبی هم استفاده میشه پس در سی جا استفاده شد در فشار از نپروپاتی دیابت جلوگیری میکنه و دیگر استعمال کلینیکیش عدم کفایی قلبی است پس اگر یک شخص هم فشار بلند داشته باشه و هم دکتر سیبای محترم هم فشار بلند داشته باشه و هم دکتر سیبای محترم عدم کفایی قلبی داشته باشه خوب دوا که هست انجیتینسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور یا ای آر بی است و اگر هایپرتنشن جمع دیابت داشته باشه باز خوب دوا هم انمیس با وجود اینکه که قبل کلسیم جانب باگرم گفتم اول در خط اول ای را میتیم اگر وظایف گرده زیاد خراب شده باشه و کراتینین
از پنج در بعضی کتاب ها ایر 3.5 گزی بلم شده باشه، باز ای آر بی و ای سی انهیبیتور داده نمیشه. عوارض جانبیش دکتر تیبای محترم رای کف است، ای امرای ای آر بی یا انجیتنسین ریسپتور بلاکر ها به وجود نمیه، تنها در مقابل انجیتنسین کانورتنگ انزایم انهیبیتور وجود میه، به خاطر که برتون گفتم که برادیکنین تجزیه نمیشه، مکانیزم میشه نمیست، باعث هایپرکلمیا میشه، اکیوت رینال فیلر میته، خصوصا در مریضایی که رینال استنوزیس داشته باشه، رینال آرتریش در یک جایی که به رینال آرتری میره، ای از خاطر اتیروسکلروز یا کار دیگر مسدود شده باشه، انجیو ایدیما میته، انجیو ایدیما اینو میگه که رپید سویلینگ در اطراف نوز، بینی، دهن، تروت، گلوتیس، لارینگز، لبها و تانگ به وجود میاد. این برام انجیو ایدیما یاد میکنه. با اساس تاثیرات الرژیک و کانتر اندیکیشن شیا ذکر سیم که این دواها در کاتگوری دیز در حاملگی داده نمیشن. اشخاصی که تیار سرفه داره مانند سی او پی دی یا استما باید در او حالت هم انجیتینسین کانورت انزایم انهیبیتور داده نشه، به خاطر که کف یا سرفه را تشدید میکنه. ای آر بی را داده میتونیم اگر برای یک مریض درای کف ناشی از استعمال کلینیکی ای سی انهیبیتور پیدا شد، شما میتونید که او را قطع کنید و به عوضش ای آر بی بتین. دیگر دکتر سیبای محترم در حاملگی داده نمیشه، در اشخاصی که رینال آرتری استنوزیس داشته باشه، یعنی اتیروسکلروزیس گرده ها داشته باشه، شراین گرده ها، در این حالت هم داده نمیشه، یا وظایف گردیش زیاد خراب شده باشه و یا مریض سویر هایپرکلمیا باشه. در این حالت ها این دواها را ما داده نمیتونیم. این که چرا این دواها به کدام مکانیزم در دیابتیک نپروپاتی جلوگیری میکنه، مکانیزم اشاره تشریح میکنه. دکتر سی ببینید در این تصویر این یک گلومیرول هست، واحد نفرون هست، نفرون شما میفهمید که واحد وظیفوی گرده است، نفرون واحد وظیفوی گرده است دکتر سیبای عزیز، نفرون و این کپسول گلومیرولش است، اویه هایی که برای وارد گلومیرول کپسول میشه به نام افرنت یاد میشه و واردی که ازش میبره دکتر سیبای محترم به نام افرنت یاد میشه. افرنت خون را میاره و افرنت پس میکشه. در اینجا دکتر سیبای محترم خون فیلتر میشه، مواد ویست پروڈکتش، مواد بیکاریش میبره و خون پس دوباره میره و این را به نام پیری تیوبولر کپیلری یاد میکنه، پس وارد دوران عمومی میشه. ای سی انهیبیتور دکتر سیبای محترم در حالت نرمال افرنت ارتریول که خون میاره، اگه این گلومیرول باشه و این افرنت ارتریول در این شیما ببینیم. دکتر سیبای محترم این خونی که اینجا میایه اگر ای افرنت باشه و این طرفی که میبره افرنت باشه، در حالت نرمال در اینجا آخیزه های انجیتنسین دو موقع داره، انجیوتنسین دو ریسپتور ها در اینجا هست و انجیتنسین همراهش وصل میشه، این را تقبض میده. تقبض که داد فشار در داخل گلومیرول زیاد میشه، فشار که زیاد شد زیاد مایعات از بدن میبره و پروتین هم ضایع میشه. در این گلومیرول فشار که زیاد شد پروتین هم ضایع میشه. اگر ما دکتر سیبای محترم انجیتنسین کانورتینگ انزایم یا ای آر بی انجیتنسین ریسپتور بلاکر بتیم، این در این محل همراه آخیزه های خود وصل میشه و فعالیت انجیتنسین را از بین میبره. فعالیت انجیتنسین را که در اینجا از بین بور، در حالت نرمال این تقبض میگرد، آره تقبض نمیگرد، متوسط میمونه و فشار در خود گلومیرول کم میشه. در خود گلومیرول که فشار کم شد پروتین لاس نمیشه. به می میکانیزم دکتر سیبای محترم انجیتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور از نپروپاتی جلوگیری میکنه. ای درای کف، رش، فیور، ای را خواندم. درای کف معمولا برادیکنین تجزیه نمیشه و سبستانس بی، خصوصا در پلمونری تری. انجیودیما را خواندم،
دیگر دوا که هست دکتر صاحب در این گروپ رینین انهیبیتور است الاسکرین میکنیم بشه قبلا تشریح کردیم که رینین نهیه میکنه رینین که نهیه شد انجیتینسینوجین و انجیتینسین 1 تبدیل نمیشه و تمام پتوی راست یا رینین انجیتینسین الگسترین سیستم در اول بلاک میشه. این را تشریح کردم تمام میشه در اسلاید های قبلی دکتر سیبه محترم. دیگر دواهایی که در هایپرتنشن استفاده میشه دایورتیکس یا مدرر هاست. مدرر به سه کتگوری تقسیم میشه دکتر سیب. یک مدرر های هست که در پراگزیمال کاندریتی تیوبول تأثیر میکنه او را به نام فوریزاماید یاد میکنن. یکیش هست در دیستن کاندریتی تیوبول تأثیر میکنه او را به نام تیازاید یاد میکنن. و یکیش در کلکتین دک تاثیر میکنه او را به نام پوتاشیم سپایرین دایورتیک مینامه. و یکیش هم دکتر سیبای محترم به نام اسیت زولاماید و که انزایمی که بایکار و میسازه او را نهی میکنه. پس دایورتیک ها دکتر سیبای محترم قبلا در بحث دایورتیک کاملا تشریح شده است، ضرورت نیست که اینجا ما بهش بپردازیم. این بود دواهای هایپرتنشن. دکتر سیبای محترم این جدول خیلی مهم هست، باز در تداوی هایپرتنشن در داخل هم تشریح میشه. ما چی وقت دواها کدام دوای فشار در کدام حالات های کوموربیدیتی داده میشه، یعنی اگر یک شخص هم فشار داره و هم یک مشکل دیگر در مجاورت فشار داره، شما از کدام دوای فشار برای از او استفاده میکنید؟ مثلا در انجینا خوب دواها که هست بیتا بلاکر و کلسیم چنل بلاکر است. اگر مریض پرانزمنتال انجینا داشت و هم فشار خون داشت، شما برش کلسیم چنل بلاکر بتید. و اگر نوی دیگری از انجینا داشت همراه هایپرتنشن، باز شما بیتا بلاکر بتید. اگر مریض دیابت داشت شما و جمع هایپرتنشن هم داشت فرط فشار خون، باز اولین دوایی که شما شروع میکنین ایسی انهیبیتور است یا ARB انجیتنسین ریسپتور بلاکر یا انجیتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور. اگر مریض هارت فیلر داشته باشه یا عدم کفایت قلبی، بیتا بلاکر، ARB و ECE انجیتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور. اگر مریض حمله قلبی تیر کرده باشه پست ایمای، خوب دوا بیتا بلاکر هاست. اگر مریض هم فشار خون بلند داره و هم دکتر سیبای محترم هایپرپلازیای پروستات داره، پروستات یک غده هست که شما میفهمین در بیرون از جایی که یوریتر از مثانه میبره قرار داره دکتر سیبای محترم، پروستات اگر این یوریتر باشه در اینجا یک غده هست بنام سیمین را که افراز میکنه بنام پروستات، این در حالت نرمالی رقم کلان میشه و بالای خود یوریتر فشار میره و باعث ابسترکشن یا ریتنشن بندش ادرار میشه. اگر مریض بی پی ایج جمع هایپرتنشن داشته باشه، بعدا با دوایی که شما انتخاب میکنید الفا بلاکر هاست. و اگر شخص هم فشار داشته باشه و هم دیسلیپیدمیا داشته باشه، خوب دواها که هست الفا بلاکر، کلسیم چنل بلاکر، ای سی انهیبیتور. در این حالت باید بیتا بلاکر داده نشه چون او دیسلیپیدمیا رو دیگر هم تشدید میکنه. و اگر مریض حامله باشه فشار خون داشته باشه، او را دکتر سیب باز دواهای خوب که هست هایدرالایزین داده میشه و میتایل دوپا، هایدرالایزین و میتایل دوپا. و اگر مریض در حالت وخیمی فشار پرت فشار هایپرتنسیو کریسیس برای شما مراجعه کنه و حامله باشه، باز خوب دوا که هست دکتر سیبای محترم از بیتا میکس الفا و بیتا بلاکر که ما به نام لبیتولول خوانده بودیم، لبیتولول هست. این جدول را به حیث کلینیک در ذهنتان داشته باشید. این بود فرط فشار، دواهای فرط فشار خون. تشکر، موفق باشید، به امید کامیابی.